متبارک باد قومی که یهوه خدای اوست آنانی که منتظر خداوند هستن قوت تازه خواهند یافت خواهر من برادر من دختر خدا پسر خدا نو ایمان ایمان داره قدیمی اگه اصله کامل خدا استفاده کنیم حتما پیروز پاییم برای آنانی که در مسیح عیسی هستن همه چیز با هم به خیریت خواهد بود به ضعف‌های خودت نگاه نکن خداوند مگه ضعف‌های تو رو نمی‌شناسه اجازه بده که خدا خدایی کنه اونی که در ماست قدرتش بالاتر از اونی که در این دنیاست آمین تو باید قانون جنگ روحانی رو یاد بگیری یک جنگ بیشتر بر علیه انسان وجود نداره و اون سر جای باید حکمت از اسلحه های جنگی قوی تره نه ترس برای هر روز ما وعده داده که نه ترس با یقین و اطمینان بگو خدای من زنده است اینو هر برکتی که میدید برکت به خودتون برمیگرده به نام مسیح تو نامی خواهد داد تو در مقابل او هر زانوی خم شود و هر زبانی اقرار کنند که ایسای مسیح خداوند است آمین مسیح شاه شاهان رب جلال به تک تکشی محیزان خوش آمد میگم محیزانی که از راه دور با ما هستید آمین که در حضور خداوند یک ملاقات زیبا یک حیات تازه داشته باشید، افتادگان بلند شوند، اسیران از آزاد شوند و دنیا مسیح با قوت، هفته ای رو که می شروع کنید پر از شادی و امنیت و برکت و آرامی به همراه ببرید، آمین تو باشه درباره شالم خداوند داشتیم، صحبت می کردیم و ادامه پیغام های شالم رو با هم خواهی شنید و امروز به طور خاص می درباره شفای درون و شفای قلب‌های درونی ما، قلب‌های زخمی ما با هم یه مقدار صحبت کنیم تا به نام عیسی مسیح که میریم به پیشواز پنتیکاست باشه که آماده بشیم برای یک تجربه تازه از پنتیکاست، آمین شاید برای شاگردان عیسی، پنتیکاست یک بار بود و بعد در تعالیم صحبت می‌کنیم که آره پنتیکاست یک بار بود، اما یک چی رو به شما بگم شاید تعمید روح یک بار باشه اما عمقهای های جدیدی از این تعمید رو تجربه کردن همیشه گیست ما نمیتونیم بگیم با یک تعمید رو همه عمقهای های خدا رو تفحص کردیم خدا میخواد که دریچه به دریچه دروازه به دروازه لایه به لایه قدم به قدم ما رو به جلو دعوت کنه و چیزهایی رو که تا الان گوشی نشنیده و چشمی ندیده در او تجربه کنیم آمین چیزی که امروز میخوام با هم مرور کنیم به کلام خدا و به قلب خدا یک آشنا بشیم درباره اینه که قبل از اینکه راجع به شفای جسم بخوایم صحبت کنیم راجع به شفای درون میخوایم صحبت کنیم چون که تو کلام خدا وقتی نگاه میکنیم که اینقدر که خدا درباره شفای درون داره صحبت میکنه درباره شفای جسم صحبت نمیکنه و شفای جسم و شفای درون یه رابطه مستقیمی با هم دارن شما وقتی نگاه میکنید که شخص در درون شفا پیدا میکنه جسم شفا پیدا میکنه کسی که روحش زخمی میشه یا درونش زخمی میشه جسمش زخمی میشه یک عبارتی هست که در واقع میگه آنچه که شما میخورید زخم مده یا درون شما رو زخم نمیکنه آنچه که از درون شما رو میخوره درون شما رو زخم میکنه وقتی داریم نگاه میکنیم رابطه مستقیمی بین این هر دو هست بارها بوده افرادی که با درد جسم آمدن اما خدا ادایت کرده که این یک چیزی مهمتر از درد جسم داره درد درون داره اول او به شفا پیدا کنه و وقتی که خدا درون او رو شفا داد گفت تمام درد جسمم رفت گفتم پس دیگه فکر نمی کنم احتیاج باشه الان برای جسم دعا کنم توی خدا از طریق شفای درون تو جسم تو رو نیز شفا میده آمین و ما میدینیم امروز دکترها درباره هر دو صحبت میکنن به جهت درد جسم میری سریع به درد درونت مراجعه میکنن و ببینیم که کلام خود در این باره چی صحبت میکنه کلام خود در اشیا باب یک آیه 56 صحبت میکنه میگه دل آدمی سراسر عفونی دل آدمی سراسر مریض تمام روان انسان بیماره از کف تا سر پا عفونت زخم باز بسته نشده وقتی نگاه میکنیم زخم پنج سال پیش خورده اما هنوز بازه 20 سال پیش زخم خورده هنوز بازه و زخم باز میدینی عفونت میگیره زخم باز یه دست بهش میزنی دردش میگیره زخم باز دائم در حال در واقع پیشروی در عفونت و دردهای جدیدی رو شما وقتی نگاه میکنید پناه بر خدا وقتی یک نفر زخم بستر میگیره اول از همه یه جایی بدنشه پشتشه یه جایی یان به خودش میاد تمام بدنش زخم بستر گرفته این برای درون ما هم همینه زخمهایی که بر قلب ما وارد میشه میتونه مثل سرطان شیو پیدا بکنه یان به خودت میای میبینی تمام درون آدمی رو آدم برای جسمش نگاه میکنه مدتی دیدم اینجا یه در سفته رفتم گفتن یه است. رفتم توی سینم احساس میکنم یه قدس تست کردن آره گفتن چه خوب کردی زود اومدی الان میتونیم یه کاریش بکنیم اما برای درونت به کجا مراجعه میکنی؟ کی تستش میکنه؟ با چه لابوری؟ با چه آزمایشگاهی؟ با چه دستگاهی؟ با چه سیتی اسکنی میخوای تستش بکنی؟ که بابا من یه قده دارم و این قده داره شیو پیدا میکنه وقتی راجع به عدن داره صحبت میکنه چیزی که معمولا ما ایمانداران داریم ما داریم میگیم ایمان ایمان باور چیزهای نادیده است ایمان تمام اون وعده که خدا به ما داده باور دارم اون چیزی که در مسیح هست مال منه اما چرا ندارم به خاطر اینکه چیزی در زندگی من نمیذاره اینقدر درگیر خودم هستم اینقدر درگیر گذشتم هستم اینقدر درگیر بلاهایی که سرم اومده هستم که آیندم رو به خاطر گذشتم دارم قربانی میکنم چقدر از ما فردامون قربانی امروزمونه چرا چون فردا حالم بده چون که امروز یه بدی اتفاق افتاده چرا پس فردا حالم بده چون که دیروز هم یه اتفاقی افتاده و تمام روزهای زندگی ما رو این زخم درون این بیماری های درون این عفونت های درون ما رو فرا گرفته و داریم در واقع در خودمون دست پنجه نرم میکنیم امسال باب 12 25 میگه کدورت دل دل انسان را منحنی میکنه انسان خمیده میشه حالش خوب نیست چطوری ای. از یه حال پرسی میگه چهره آدم خبر میده از سر درون در درون چی میگذره قیافت نگاه معلوم میشه نه از قیافت سلام میکنی خشن تابلوه هر کارش کنی به پوشونیش اصلا داد میزن بابا حالش خوب نیست چرا حالش خوب نیست در واقع دلش خوب نیست درونش خوب نیست آشوب نارام تلخ زخم خورده به همین دلیل کلام میگه که کدورت دل انسان او را منحنی میکنه در باب 15 آیه 13 میگه دل تلخ روح آدم را منکسر میکنه میشکنه روح آدم را نابود میکنه روح آدم رو متلاشی میکنه حوصله را از آدم میبره و میبینیم که کلام خدا ریشه همه بدبختی های انسان رو درون او معرفی میکنه مسیح میگه هر چیز بد از درون صادر میشود جالب وقتی به دل اشاره میشه دل سه تا معنی داره یا دا در واقع به سه چیز داره اشاره میکنه تو کتاب مقدس وقتی راجع به دل صحبت میکنه راجع افکار آدمی صحبت میکنه وقتی میگه دل آدمی بیماره یعنی افکارش مریضه یارو به یه نفر میگه بابا این شوهرمان افکارش مریزه. همه چی نسبت میده بابا این مریزه. اون یکی در زنش میگه بابا فکر زن من مریضه وقتی راجع دل صحبت میکنه یعنی فکر مریض وقتی راجع به دل صحبت میکنه دومی معنیش در واقع احساسات ما احساسات آسیب خورده دائم متلازم دائم بد حالا یه زمانی احساس هست خوشاینده اما احساس های در واقع شکست خورده احساس های ناامیدی احساس های دردی که شخص دائم افسرده است دائم گریه میکنه دائم ناامید احساس در واقع هیچی میکنه احساس بیمار رو در واقع راجبه اون صحبت میکنه که دل به بی دل آدم به احساساتش مراجع اشاره میکنه و اون معنی که درباره دل داره صحبت میکنه راجع به اراده آدمیه در اراده در تصمیم گیریاش میگه بردر من هر تصمیمی میگیرم اصلا خراب در میاد من نمیدونم چه کار باید بکنم میگه به خودم گفتم آقا تو دیگه تصمیم نگیری برای زندگیت هر کاری میکنی یه چیزیش میشه این یعنی چی؟ در واقع وقتی فکر بیمار فکر در واقع به هم ریخته احساس به هم ریخته و تصمیم گیری های ناموفق همش به چی می میگه دل آدمی بیمار است میخوام ببینیم امروز کلام خدا درباره شفای این دل بیمار چی صحبت میکنه و ما چگونه میتونیم در حضور خداوند دلهامون رو در واقع شفا بدیم و اجازه بدیم که این تجربه پنتیکاس برای ما تو تجربیاتی که در پیش رو داریم خدا در این دلهای شفا یافته روحش رو بریزه مسش رو بریزه قوتش رو بریزه به عنوان یک ایماندار وقتی در حضور خدا میریم یکی میگو برادر من نمیدونم چرا فقط آهنگای پرستشی غمگین رو دوست دارم گفتم خب حالا اونش مشکل نی قمگین و شادش سوال منه چه هستادی گو همش میشینم برای خودم گریه میکنم گفتم تو پرستش نمیکنی خودت مرکز توجه هستی خودت داری میپرستی پرستش مرکز پیغام خداست بعضی مواقع ناخواسته ما یک سرود ریتمیک، یک سرود یه مقدار ملایم یا یه مقدار احساس میکنیم غمگین هست اصلا شخص یاد بدهکاری های خودش میفته چرا؟ این یه تسته اگر احساس میکنی در روزهایی که داری اینو پرستش ها رو انجام میدی ناخداغا که در میاد نشون میده که قلب تو بیماره امروز راجع به تست صحبت خواهیم کرد که چگونه به ما میتونه نشون بده که قلب من شفا داره یا نداره درون من روان من احساس من شفا داره یا نداره چون ما میدونیم که دل بیمار قدرت نداره دل بیمار خمیدت چرا با اقتدار نمیتونی بیسی و فرمان بدی چرا با اقتدار نمیتونی بیسی و به جانت بگی جان خم شده من برخیز ای همسر خم شده من ای شوهر ناامیده من ای شوهر ترسان من ای زن در واقع این بی و در واقع به نام عیسی مسیح اون حقی رو که خدا داده به تو به عنوان مرد به عنوان زن تو سهم داری بگیری شالوم خدا رو من اجازه نمیدم بعضی مواقع یه شخصی میگه توی رویایی دیدم که در واقع داشتم دعا میکردم یا نگاه کردم که انگار ما یه گوسفندی داریم میگه توی این گوسفند گذاشته بودن اونجا یه مقدار علف ریخته بودن میگه بسته بودمش به یه درختی توی خونهمون بود میگه یک آن نگاه کردم که یه گوسفنده داره بابا میکنه میگه گفتم شاید گروسنش میگه برگشتم نگاه کردم دیدم نصف تنش اون ور دیواره توی پیچ و نصف تنش این انگار یکی داره از اونور می میکشتش میگه از این ور من تناب بسته بودم نمیتونست بره از اون نمی دیدم که کلش کجاست میگه یک آن بلند شدم توی این خواب نگاه کردم دیدم یه نیروی چاریکی این گوسفند دو دو, دو پاش گرفته ای داره میکشه به یک سمتی دیگه و قلاتش من بسته بودم به یه درختی تو خونوادم میگه این گوسفنده داشت خفه میشد این وسط داشت در واقع له میشد میگفتم چه کار بکنم ولش کن این گوسفنده رو ولش کنم یان یا گفتن نه بابا این من ای بیچاره برم یه کاری بکنم میگه تو همون رویا بلند شدم که یه چوبی گرفتم که برم حیبتشی که دیدم اولش ترسیدم اما یک آن یک آن یک چیزی در درونم گفت به قدرت نام عیسی فرمان بده میگه همونجا گفتم به نام عیسی مسیح از گوسفندم رهاشو میگه یک آن دیدم که صورتش گرفت و مثل آتیش فرار کرد رفت میگه گوسفند بیچارم افتاده رو زمین میگه ذره آبش دادم یه مقدار بازش کردم بغلش کردم دیدم دوباره جون گرفت میگه بعد از اون بلند شدم از خواب گفتم خدای چی داری میگی؟ گفت این زندگی تو شیطان داره میدوزه خونواده تو مثل گوسفند داره میدوزه و تو همش درگیر خودت هستی و همش ناامیدی بلند شو من تو رو قدرت دادم من تو رو اقتدار بخشیدم نظر گوسفندهای زندگی دزدیده بشه امروز چیزهای زیادی تو زندگی ما هستن که به عنوان برکت خدا به ما داده که باید به نوعی ازش مواظبت کنم اما اینقدر درگیر خودمون هستیم اینقدر درگیر خودمون هستیم نمیدونم زنم توی فیسبوک چه کار میکنه زنم توی اینستاگرام چه کار میکنه شوهرم پای اینترنت چه کار داره میکنه یه شخصی میگفت مدت بود همه شوهرم پای اینترنت پای اینترنت گفتم چه کار میکنی گفت هیچ دارم بازی میکنم اما بعد از اون چه اتفاقی افتاد میگه بعد از مدت این دیدم بی و بی میگه یکی آن رفتم کامپیوترش باز کردم دیدم داره چیزای پورنو نگاه میکنه میگه زدم تو سر خودم وای بر من من نفهمیدم که شوهرم چطوری داره میره فقط درگیر خودت هستی و شیطان اولین کاری که میکنه اینو بهت بگم وقتی درگیر خودت هستی داری یه چی رو تو زندگیت میدوزه هر وقت داری غم خودتو میخوری حواست باشه تو اتاق بغل یه چی داری میدوزه هر وقت داری برای خودت قصه میخوری و گریه میکنی یه چی تو, دا... تو این خونت داره دزدیده میشه فقط تو رو مشغول میکنه این تست برای تو حواست باشه در چه وضعیتی داری زندگی میکنی وقتی زمانی که مشغول خودمون هستیم بهترین زمانی که شیطان بیاد شیطان زمانی میاد که تو حواست نیست دو زمانی که حواست نیست زمانی که فکر نمیکنی، زمانی که مشغول خودتی بعضی مواقع دیدی این میگه کیف هم کو کیف هم کو نمیدونم امروز اینقدر حالم بده امروز اینقدر اصلا اعصابم خورد بود نفهم کیفمو کجا گذاشتم کجا گذاشتم کجا رفتم چرا فکرت وقتی مشغوله یه چیزی میره یا خودت از دست میدی یا میدوزنش جالبه یه برنامه پلیس داشت اگه نفر که کیف زنه میگفته چطوری کیف میزنی میگه اولین چیزی که هست نگاه میکنم کدام زن کدام مرد حالش خوب نیست همین میگو این شکار ماست حالت خوب نباشه میاد سراغت برای دوزی جالب دوزا میفهمن ما به عنوان کلام خدا داره به ما میگی ما نمیفهمیم دوزا میفهمه تو رو باید چطوری در واقع تیغ بزنه چطوری تو رو لخ بکنه اما ما بلد نیستیم که چطوری قدرت این دوزا ببندیم اما به نام عیسی مسیح خدا را شو که ما در مسیح اقتدار بستن هر قدرت تاریکی رو داریم امین. ببینیم که ریشه ای این بیماری ها و زخم ها در درون ما از کجا سرچشمه میگیره وقتی کلام خدا نگاه میکنیم سه تا منبع رو به ما نشون میده یکی اینکه این زخم هایی که در درون آدمی است به خاطر سقوط جهانه کلام خدا در باب سوم کتاب پیدایش صحبت میکنه از آیه 14 که بعد می آیه 15 میگه که زن سر زن میاد از دست او سر تو رو میکوبه داره صحبت میکنه که از این بس خار و خواهی درو کنی به عرق پیشانی زحمت میکشی تو درد میکشی و داره اونجا در واقع یه جزایی رو که سمره یک نوع انتخابه صحبت میکنه پس طبیعیه یه قسمتش تو دنیای سقوط کرده داریم زندگی میکنیم تو دنیای سقوط کرده به دنیا اومدیم پس به حال این دردها بخوایم نخوایم تو این دنیا وجود داره اما خدا را شوی که قدرت پیروزی در اونها ما داریم آمین دومی چیزی که کلام خدا در باید صحبت میکنه بیماری در اون نتیجه زخم هایی که دیگران به ما میزنن همسر میزنه خانواده میزنه عزیزانمون میزنن نزدیکانمون میزنن دوستانمون میزنن شرکامون میزنن کسایی که فکر نمیکنیم، اونها به ما زخم میزنن ما مقصر نیستیم زخمی که از اونها حالا یا آگاهانه میزنن یا ناگاهانه میزنن یا عمدی میزنن یا به امن غیر میزنن اما چیزی که هست یه دل زخمیه یه قلب گریانه یه گوشه ای رفته و تو خلوت خودش گریه میکنه سردرد کله گنده چشمایی به هم ریخته چرا؟ این شخص منو اذیت کرد این شخص به من اینه گفت این شخص منو آزار داد این شخص منو بی حرمت کرد این شخص دل منو شکست این شخص قلب منو زخمی کرد خراش داد سومین درون بیماری ها دلیلش گناه های شخصیه که خود شخص منتقب میشه و خطاهایی که خودش میتونه انجام بده جالبه وقتی این مزمور سی آیه چهار تا هشت رو با هم مرور کنیم ببینیم کلام خدا در این باره چی به ما میگه جراحات من از آیه میگه زیر گناهانم از سرم گذشته مثل بار سنگین از طاقتم سنگین تر شده جراحات من افونی شده به سبب حماقت و اشتباهی که کردم به خود میپیچم بینهایت منحنی شدم تمام روز دارم ماتم میکنم و حیران و سرگردانم زیرا کمر من از سوزش پر شده است و در جسد من هیچ صحت و سلامتی نیست بی رمق و بی حس و بی نهایت کوفته شدم از درد درون دارم نعره میزنم اینو مزمور برید بخونید میگه گناهان من باعث شد وزم به اینجا برسه وقتی مزمور پنج و یک رو باز نگاه میکنیم آیه 8 تا 11 مزموری که داوود درباره توبه داره صحبت میکنه میگه گناهانی که من مرتکب شدم چگونه روح و درون و روان من رو داغون کرد در واقع شخص داوود داره میگه من چوب چه چیزی رو خوردم چوب گناهان خودم رو خوردم چوب خطاهای خودم رو خوردم اعمال اشتباه تصمیم گیری های غلط انتخاب های نادرست و های اشتباه همه و همه زندگی من رو داغون کرد گناهان ضد اخلاقی بی اعتیاد و و و و و اما خیلی گناهانی هم هست که ظاهرا به چشم نمیخوره مثل حسادت مثل کینه مثل غرغر ناسپاسی ها نبخشیدن ها وسواسی بودن همه و همه اینها میبینیم که در واقع ثمره اشتباههای خود آدمیه اما بریم به انجیل مرقس باب پنج راجع به یک شفای صحبت میکنه که این شخص همه اینها رو با هم داشت یعنی شخصی که در واقع هم فکرش هم احساساتش هم روانش هم روحش و هم جسمش مریض بود عملا نگاه یک مرده بود انجیل مرقس باب پنج رو نگاه بکنیم امروز مقداری رو میگم با توجه به محدودیت وقت ولی بعدا ادامه خواهیم داد درباره شخصی صحبت میکنه که کتاب مقدس اون رو تحت عنوان شخص دیو زده در بیابان معرفی میکنه که شاید داستانش رو خوندید یا شنیدید به نوعی درباره شخصی صحبت میکنه که میگه اون رو به زنجیر میبستن و زنجیرها رو پاره میکرد هر کسی که گذر میکرد از اونجا حمله میکرد و در واقع به مردم احساس در واقع آسیب میزد به شخصی صحبت میکنه که میگه عیسی مسیح وقتی که با شاگردان شاید دریاچه پیاده شدن از طریق این قبرسون میرفتن تا به دهی برن که خود این شخص در اون ده در واقع زندگی میکن میگه با این شخصی روبرو رو میشن که به عیسی حمله میکنه و میخواد در واقع با سنگی تو فیلم هم شاید دیده باشید حالا تو کتاب مقدس شاید به این صورت نگه اما حمله ای که به سمت عیسی میکنه ای پسر خدا تو با ما چه کار است توی واژه که داره صحبت میکنه میگه اگه اومدی برای دعوا هستما از تو اون میپرسه اسم تو چیه میگه لژیون راجع دیوهایی صحبت میکنه که در واقع انگار یک لشکر بزرگی از دیوهای جور و جور هستن و بعدش در واقع اتفاقی که میفته توی گفتگویی که عیسی با این شخص و دیوها صحبت میکنه این شخص رو آزاد میکنه اما جالب این شخص چه اتفاقی داره انجام میده مشکلی که این شخص باعث شد که به اینجا کشیده بشه دور از همه تو تنهایی پر از خش پر از بغض پر از کینه پر از انتقام پر از زخم از کجا اتفاق افتاد یه چیو به شما بگم تمام مشکلات قلبی که در قلب ما اتفاق میافته، اولین دلیلش مشکل رابطه ما با خداست من نمیتونم کسی رو ببینم که روی زمین رابطه در واقع خوبی نداشته باشه اما با آسمان رابطه خوبی داشته باشه غیر ممکنه سمره رابطه ما در آسمان و تو روی زمین میتونی ببینی یه نفر که به من سلام میکنه میتونم بفهمم که این امروز رابطه خوبی با خدا داشته یا نداشته همین امروز پنج دقیقه باید صحبت کنم میتونم بفهمم که این رازگاهان داشته یا نداشته امروز این از حضور خدا داره میاد اینجا یا نه معلوم نیست از کجا داره میاد اینجا قشنگ میشه فهمید از همون سلام که اول از همون صحبت اول میشه فهمید که این شخص قبل از اینجا در کجا بوده در حضور خدا بوده رابطه خوبی با خدا داشته یا نداشته چون که ثمره بعضی مواقع ممکنه این یعنی فبیا بگی با امروز این حساب حساب نداره خب از کجا اومده نمیخوای محکوم کنیم چون که هممون همینطور ممکنه باشیم اما چیزی که داره اتفاق میفته اینه که ثمره رابطه آسمان روی زمین دیده میشه به همین دلیل این شخص اولین مشکلی که داشت مشکلش با خدا بود وقتی ما رابطه‌مون با خدا رابطه درستی نباشه روی زمین رابطه‌ای خوبی نداریم تحملمون کم میشه صبرمون کم میشه محبتمون کم میشه حکمتمون کم میشه و شروع میکنیم به زمین به دیگران گیر دادن یه شخصی میگه بابا شوهر من وقتی میره بیرون اون روز درآمد خوب نداره تو خونه ما عزاداری داریم میگه خب چه اتفاقی میفته میگه هیچ چیزی که بلند میشه میره میگه با امید خدا خدای با امید تو من رفتم ولی همیشه دعا میکنم خدایا به خاطر ما هم که شده به یه رزق روزی بده که فقط صداش ببره نه تو خونه ما رو ادعا کنه میگه دائم ما مشکل داریم این میره بیرون پول در نیاره خدا به داد ما برسه خب چرا چون که صبحش میگه با ما شروع نمیکنه صبحش با خدا شروع میکنه گفتم مشکلشو شوهرتو میدی چیه با خدا مشکل داره کسی که میگه با امید تو میره و دست خالی برمیگرده پس با خدا مشکل داره کی سر کی خالی میکنه سر زنش خالی میکنه سر شوهرش خالی میکنه سر بچه هاش خالی میکنه ما با خدا مشکل داشته باشیم رو زمین خیلی واضح دیده میشه کلام خدا میگه زمانی که موسی در آسمان بود وقتی در روی کوه بود و خدا رو ملاقات کرد میگه وقتی اومد پایین چنان چهره متبدل بود که همه میگفتن بابا اصلا این موسی اون موسی قبلی نیست اما زمانهایی هم دیدیم که موسی چنان خشم گرفته بود که معلومه از کجا اومده موسی بازی بعضی مواقع روش که یه شخص تصمیم میگیره قتل بکنه خودش تصمیم بگیره جرمو در واقع داوری بکنه حالا چنان کاری میکنم که بفهمی از کجا در واقع اومدی اون موقع تو داری مثل موسی خشمگین عمل میکنی موسای فراری موسایی که تو بیابانه نه موسایی که بالای کوه اتفاقا زندگی موسی قشنگ میتونه هم اینو نشون بده به ما هم اون رو نشون بده زمانی که در حضور خدا چقدر شیرینه زمانی که در واقع در حضور خدا نیست چقدر تلخه وقتی در حضور خدا دیگران خطا میکنن خدا گیر میده میگه میخوام این قوم نابود کنم یه قوم جدید بسازم میگه خواهش میکنم خدای نکن به خاطر نامت خواهش میکنم به خاطر من نکن میدونی چرا قبلش پیش خدا بود ولی یه جاهایی میاد خودش میخواد قوم نابود کنه خدا ول کن من گفتم این قوم رو رهبری کن نگفتم که نابودشون کن گفتم ببرشون به سرزمین موعود نگفتم ببرشون تو در توی دره چرا؟ چون از حضور خودمون داریم میان بیرون این شخص با مسیح مشکل لاشه که وقتی به مسیح میرسه به او حمله میکنه با خودش مشکل لاشه چرا؟ میگه خودش رو با سنگ میزد خودش آسیب میزد لخ بود بدن خودش رو اذیت می که رو در واقع تیغ میزد یا به سنگ میزد یا با سنگ تیز در واقع دائم خودش رو زخمی میکرد کرد میکرد پس این با خودش هم مشکل داشت با مردم میگه هر کس میشد با سنگ بهش حمله میکرد میخواست بزنش هم با خدا مشکل داشت هم با خودش مشکل داشت هم با دیگران مشکل داشت چرا خدا مقصر زندگی منه چرا دیگران مقصر زندگی منن چرا لعنت به خودم باد که زندگیم این شد دائم خودش لعنت میکنه خدا رو لعنت میکنه دیگران رو لعنت میکنه کارت میشه قبرستون دیدی بعضی مواقع یارو داره میگه میگه خیلی ناراحتم به شوهرم میگم توبه کن میگه بعد چی توبه کنم میگم چی گفته میگه داره میره میره کجا میره میگم میرم جهنم داره بهش میگم خب بابا ازت سوال کردم کجا میری یعنی ایماندار به من میگه میخوام برم جهنم الو ماده بهش میگم توبه کن میگه نه زندگی جهنمه خب قبر همینه دیگه بعضی موقع فهم کنه من برای تو قبرسون قبر رسول قبر اینه دیگه بفهم قبرسون دنبال چی میگه ما قبر رسول میگه مثلا چند تا قبر اونجا وجود داشته باشه باز اون قبر خالیه قبر خودمونه شیطان میفهمه چطوری اقتدارهای ما رو بدزه یه قبر خالی بشین سرش گریه کن دائم گذشته دائم چه شد دیگران مقصرن این مقصر خدا حمایت هم نکرد دیگران منو نفهمیدن منم که خودم اشتباه کردم پس من به درد زندگی نمیخورم برم به زندگیم پایان بدم اما این قلب خدا نیست یه رو به شما بگم و با اینجا تمام میکنم باور کنی درد خدا گناه کردن ما نیست که زمانی که ما گناهکار بودیم ما رو محبت کرد او میدونست ما کی هستیم انتخاب کرد اصلا میدونست ما چه کاریم اومد خواستگاری ما مسیح مسیح خوب میدونست ما چه کاریم خب بعضی مواقع افراد ما نمیتونیم دیگر رو, رو تحمل کنیم این 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 ایسا اینو دوست داره میدیم مثل چی میمونه مثل مادرشوهری می که مثلا میمونه که این عروس مثلا گرفتی میگه با الف به دهن بزه شیرین باشه حالا خدا رو شک ما اون الفی هستیم که به دهن مسیح شیرینی حالا هر خوشش نمیاد نیاد خوب یا بد مسیح تو رو میشناسه و میفهمه چه کاری اصلا میفهمه چه کاری ولی خواستگاری کرد خوشش اومده منو تو رو قبول کرد آمین پس درد مسیح این نیست که ما آدم های خوبی نیستیم و گناهکاریم درد مسیح اینه که میگه من برای تو مردم که تو درد نکشی باز داری درد نکشی من برای تو درد کشیدم که تو قصه نخوری تو دوباره دوباره همون کار رو داری میکنی مثل میونه من سفره رفتم که زحمت کشم برای تو سفره درست کردم بعد رفتی داری نون خوش میخوری نشستی داری قصه میخوری زحمت من میدونید چیه؟ بهترین تشکر برای یک شخصی که زحمت کشیده دو روز مهمونی آماده کرده مهمونا بیان بخورن بگن سیر شدیم همه بگن وا چقدر عالی بود نه؟ چقدر خوشحال میشی؟ زحمت از خستگی اتنت ات میره بیرون میگه این همه زحمت دو, دو, رو دو روز نخوابیدم پختم آماده کردم همه خوردن و خوششون اومد و رفتن اما اگه کسی نخوره تمام خستگی رو تنت میمونه خستگی عیسی اینه که من سفره شالوم رو مهیا کردم اما هیچ کس ازش نمیخوره همه رفتن سر سفره بدبختی مصیبت و عزای خودشون نشستن دوباره تو همون کسافت دوباره تو همون بدبختی دوباره سر همون قبر دوباره همون ردای نوهگری و خاک بر سر بابا به جای خاکستر من تاج بر سرتو گذاشتم بعد به جای ردای بدبختی ردای تسبیح به تو دادم تو رو شستم پاکت کردم دوباره رفتی تو همون قبرستون زندگی میکنی بیا بیرون از اون قبرستون بلند شو بیس به نام مسیح این ادامه خواهم داد که چگونه ما از این وضعیت بیایم بیرون تا اینجا رو داشته باشید و بعد ببینید که خدا چگونه میخوا ما رو رستاخیز بده چگونه بیستم تو قبرستون نه بلکه در اقتدار در باغ پادشاهی خدا با اقتدار حکومت کنم و برای زندگیم بیستم دشمن سرسخته اما به دشمنت بگو گوش کن سراغ بد کسی اومده پشیمونت میکنم از اومدن در خونه من نامیدت میکنم که دیگه فکر دورور خونه من رو تاب خوردن از سرت بکاری بیرون آمین خدا میخواد که ما در این جایگاه بایستیم همه ما در مسیح عیسی ایمان داریم و اقتدار داریم اما چرا این رقم؟ چون که گذشته زندگی میکنیم گذشته یه سمیه که تدریجی آینده ما رو مسموم میکنه آب شیرین رو مسموم میکنه غذای خوشمزه رو تلخ میکنه اما به نام عیسی مسیح از این به بعد یکی میگفت داشتم شیطان مدتی تو زندگیم خیلی زده بود میگه یه رویایی دیدم دیدم که یه حیوان درنده نشسته هی داره اینگاه لذت برده دور لبش هم داره چی میکنه میگه خوشش اومده از این تومه میگه اونجا خدا بهم گفت این زندگی تو رو داره میخوره چه خوشمزه است میگه تو همون رویای یه چیزی گفتم گفتم از این به بعد من برات روزای تلخ خواهم شد که وقتی منو نگاه میکنی یا جد پلخی های زندگیت بیفتی من گوشت لذیذ برای تو نخواهم بود و زندگیم برای تو لذیذ نخواهد بود گوشت من برای تو تلخ خواهد بود دیگه تو لذت نخواهی خورد بلکه منو رو توف خواهی کرد و راها خواهی کرد این اون چیزی که خدا در مسیح عیسی برای من تو میخواد راه شخص اشتباهی اومدی بلند شیف سرپا به نام عیسی مسیح بیسیم آمین که توی هفته آینده درباره چگونه من شفا پیدا کنم و چگونه با اقتدار بیستم و شفای الهی رو دعوت کنم به زندگیم با هم صحبت خواهیم کرد خدا شکر به نام مسیح که تو فقط دردها نمیگی بلکه خدای درمان هستی فقط از افتادنها نمیگی خدای بلند کردن هستی تو فقط از اسارت ها نمیگی پیغام آزادی میدی فقط صحبت از جنگ ها نمی کنی خدایی هستی که راجب پیروزی حرف میزنی فقط راجب تاریکی نمی کنی خدایی هستی که نور هستی فقط راجب دروغ حرف نمیزنی که دروغ رو بشناسیم بلکه خدایی هستی که خودت حقیقتی و حقیقت تا خواهی شناخت و حقیقت ما را آزاد خواهد کرد خدام تو رو شکر میکنیم که چشمای ما رو باز میکنی که در کجاییم اما امید میدی که در کجا باید باشیم خداوند به نام عیسی مسیح میخوام آنانی که خداوند این پیغام رو دارن میشنون از راه دور الان اونایی که کلیسای خانگی با ما هستید به شما شالم خدا رو اعلام میکنم باشه که به نام عیسی مسیح چیزهای در درگذشت مرد خاکی خوش تمام شد گذشته ای تو مرد مسیح گذشته ای تو براش مهم نیست چه کاره بودی چه کار کردی همه رو میدونه تا از هم میدونه با همه این حال مسیح تو رو انتخاب کرد من و تو اون علفیم که به دهن ایسا شیرینه اما به نام عیسی ای مسیح که برای شیطان زهر مار باشیم خداوند کلیسا تو برکت میدم خودشون رو پیدا کنن در تو با اقتدار با قوه من یه آدم تازه هستم تازگی رو نمیشناسم اما یه آدم تازه هستم و تازگی رو تجربه خواهم کرد اقتدارم رو پیدا میکنم برمیگردم سر جام و اجازه نمیدم یه شیطان من رو در گذشته اما اجازه میدم روح خدا من رو در حال و آینده به جلو ببره خدا من بر برکت میدم از که راه دور هستن افتادگان بلنشید. هیچ چیزی به اندازه خدا دل خدا رو به درد نمیاره که افتاده باقی بمونید بلند شو. بهای به تو داده شده بهای برگشتن به سفره پدر داده شده بهای های ایستادن در جایگاه اختیار به تو داده شده به پس گرفتن انگشتر به تو داده شده بهای برگشتن و نعلین تو پس بگیری به تو داده شده بهای اون تاجی که از سر دزیده و افتاده شده بود پرداخت شده بهای به روح تو بهای به جسم تو بهای به جان تو پرداخت شده پس به نام عیسی مسیح ایست و با اختدار بگو خداوند جان من مبارک تو باشد روان من و زندگی مبارک تو باشد وقتی به زندگی من نگاه میکنی شادی کنی خداوندا ببخش بر روزهایی که خداوندا دل تو را خداوند همینطور معطل به امان گذاشتم در خودم موندم به نام عیسی مسیح خداوند دا ایمان دارم که روزهای پیروزی روزهای شالم روزهای قوت روزهای آرامی در پیش روی من خواهد بود خداوند دونه بدونه تنابها کشهایی که من و زندگیم و خون و, آدم و به گذشته بس کرده دونه بدونه به نام مسیح و خون مسیح پاره میکنم و اجازه نمیدم که گذشته دنبال من بیاد تنها گذشته من زمانی که به یاد میارم که بخوام در حضور خدا شکر گذاری کنم خداوند ممنون که من کی بودم و منو پذیرفتی فقط در شکر و شهادت ها از گذشتم حرف میزنم دیگه نه راجبش فکر میکنم نه راجبش حرف خواهم زد درباره آینده درباره نبوتها، درباره چیزهای عالی که خدا در پیش رو برای من مهیا کرده راجع به وعده ها راجع به ها راجع به اون قول هایی که خدا به من داده برای آینده هم فکر خواهم کرد تا با آسمان در جایگاهی که خواهم ایستاد شما رو برکت میدم به نام مسیح و خون عیسی رو بر شما میپاشم و به نام مسیح شما زیر پوشش خون مسیح میارم و شیطان زندگی این عزیزان و خون عیسی اجازه نزدیک شدن نداری چون اینا مال تو نیستن اونایی که از راه دور دارن برام میبینن مال تو نیستن به نام عیسی مسیح شما رو برکت میدم از هر برکت آسمانی از ملکوت پدر بر روی زمین و زندگیتون و هفته که در پیش دارید با شکوه‌گذاری به نام مسیح عیسی امین! آمین. آمین.